بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن هر کس بر من یک درود بفرستد الله تعالی بر او ده درود میفرستد. فایده های حدیث. فایده اول بیان پاداش درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فایده دوم درود فرستادن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع پوشانیدن جامعه عمل به این فرمایش الهی است که می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله و فرشتگان به پیامبر درود می فرستند. ای مؤمنان بر او درود و سلام بفرستید. فایده سوم بیان جایگاهی بلند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار عالم. و قال صلی الله علیه و سلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قبر مرا محل جمع شدن و جشن گرفتن قرار ندهید و بر من درود بفرستید، زیرا هر کجا باشد درود شما به من میرسد. فایده های حدیث. فایده اول باید به رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات فرستاده شود، به خاطر اینکه الله تعالی به ما چنین دستور داده است و همچنین به خاطر برتری بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امتشان می باشد. فایده دوم همیشه درود فرستادن امر مستحب است، اما در روز جمعه و در وقت شنیدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم تأكيدي بشتر شده است. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. بخيل کسی است که نام من نزد او گرفته شود و بر من درود نفرستد. وقال صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امه السلام. الله تعالی فرشتگان سیار دارد که آنها در روی زمین میگردند و سلام امتم را به من میرسانند. فایده های حدیث. سلام ما هر کجا که باشیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد. فایده دوم جایگاهی بلند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزد پروردگار. فایده سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا درود و سلام ما را نمیشنوند، بلکه فرشتگان به آن کس میرسانند. وقال صلی الله علیه و سلم ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام. هر کس که به من سلام دهد الله سبحانه و تعالی روحم را به من بر می گرداند تا جوابی سلامش را بدهم. فایده های حدیث. فایده اول درود و سلام فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء از بهترین عبادت ها است. فایده دوم پیامبران در حیات برزخ حالتی دارند که از دیگران فرق می کند. فایده سوم جایگاهی بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به دیگر پیامبران.